اگه تو هم توی ترکیبی خوندن مشکل داری و نمیتونی تستای ترکیبی رو بزنی تا انتهای این کلیپ همراه من باش قراره برای همیشه این مشکلت برطرف شه با فولی تو فولی تو این بار میخوام بحث ترکیبی خوندن رو با موضوع کمخونی در کتاب درسی پیش ببریم ببینیم که کجا توی کتاب درسی توی ستا کتاب درسی راجب کمخونی صحبت کرده این قسمت ها رو بیرون بکشیم با همدیگه ترکیبشون کنیم و یاد بگیریم در وهله اول من اصلا قرار نیست اینجا کمخونی رو به تو درس بدم من قرار نیست به تو ماهی بدم قراره به تو ماهیگیری یاد بدم با موضوع کمخونی حالا تو میتونی این ماهیگیری رو پیاده بکنی واسه موضوعات دیگه تو کتاب درسی ولی خیلی خفنه این کلیپ خیلی خفنه این کلیپ مرسی که همین اول کلیپ سیو میکنی لایک میکنی و کامنت میذاری که منم کلی انرژی مثبت بگیرم توی کتاب درسی در فصل گوارش میاد راجع به این صحبت میکنه که یاخته های کناری توی قده معده خب علاوه بر اسید که کاری باش ندارم چون موضوع مورد بررسی من نیست میاد فاکتور داخلی معده رو ترشح میکنه یا عامل داخلی پس عامل داخلی رو کی ترشو میکنه یاخته کناری ترشو میکنه کارش چیه کتاب میگه این عامل داخلی رو میخوایم که ویتامین B12 که توی غذاست رو بغل بکنه ببره توی روده با همدیگه جذب بشن ببینیم کتاب چه جوری اینو گفته گفته برای ورود ویتامین ب دوازده به یاخته های روده باریک ضروریه خب دوست من ورود ویتامین ب دوازده رو یه جور دیگه میتونه کتاب بگه بگه برای جذب ویتامین ب دوازده فاکتور داخلی مورد نیازه خب اوکیه که از یاخته کناری هم ترشو میشه میگه اگه این یاخته ها تخریب بشن حالا یا معده برداشته بشه یا این یاخته های کناری تخریب بشن خب فاکتور داخلی نیست اونجوری ویتامین به دوازدن به خوبی جذب آها باری که الان نمیشه میگه اگر تخریب بشوند یا معده برداشته بشود علاوه بر اینکه اسید ساخته نمیشه که کاری باش ندارم گفته فرد به کمخونی خطرناکی دو چوند. آها ببین اولین کلمه واسه من اینجا مهمه کمخونی چی باعث شد برداشتن معده یا آسیب یاخته کناری شد کم خونی چرا چون ویتامین B12 رو واسه ساخت سلولای خونی میخوایم دیگه زیرا ویتامین B12 برای ساختن گوچه های قرمز فعلا اینجا میگه گوچه قرمز ولی حواست باشه جلوتر کتاب میگه ویتامین B12 رو برای کلا تقسیم میخوام نه فقط گوچه قرمز حالا بحث من فعلا کم خونیه خوب خوب بیا بریم در مغز استخوان لازم است جذب نمیشود میگه اگر به 12 نباشه جذب نمیشه زندگی فرد به خطر میفته پس فعلا چیزی که خواستم فاکتور داخلی نباشه به دوازده جذب نمیشه به دوازده تو روده دارم صحبت میکنم روده باریک با روده بزرگ کاری ندارم یه جلوتر صحبت میکنم جذب نمیشه میدهد کمخونی پس کمخونی رو من فهمیدم یکی از علتاش میشه در واقع برداشتن بده یا آسیب یاخته کناری در مده حالا همینطوری میرم, میرم جلو میرم جلو میرم جلو میرم جلو میبینم آقا تو همین گوارش یه جایی اومده کتاب گفته سلیاک در بیماری سلیاک که توی کلیپ قبلی که راجع به نحوه خوندن زیست بود بهش اشاره کردم برای سلیاک میگه تو سلیاک سطح جذب مواد کاهش پیدا میکنه پس سطح جذب ویتامین ب 12 میتونه کاهش پیدا کنه ای پس یعنی آسیب به یاخته کناری مثل سلیاک میتونه باعث کمخونی بشه پس یعنی من تو گوارش دو تا نکته فعلا راجع به کمخونی اینجا پیدا کردم ببین خود کتاب گفته تو سلیاک آره خب میاد سطح جذب کاهش پیدا میکنه پس سطح جذب به دوازه کاهش میتونه پیدا کنه پس این هم میتونه باعث کمخونی بشه پس سلیاک مثل آسیب به یاخته کناری میتونه باعث کمخونی بشه این شد ترکیب این شد ترکیب این شد فهم مطلب نه اینکه من میام خب بله سطح جذب بسیاری از مواد کاهش پیدا میکنه کلیپ که راجب سلیاک هم براتون ساختم قبلا بازم به سلیاک براتون کلیپ میسازم فعلا دو تا چیز خونی رو با هم دیگه مرتبط کردم خیلی خفن بودا خیلی خفن بود تا حالا تو کنکور نیومده حالا بیا بعدی بیا اینجا کتاب رفتیم تو فصل سه میاد صحبت میکنه میگه آقا خب بیشترین مقدار در اکسیژن میاد با هموگلوبین جابجا جا میشه بعد بیشترین مقدار کربون دی اکسید میاد با آنزیم انیدراز کربونی کی که توی گلوبول قرمز جابجا جا میشه دوست من ما کم خونی میگیریم گلوبولای قرمزمون کمه اکسیژن قرار بود بیشتر با گلوبول قرمز جابجا جا بشه پس جابجایی اکسیژن کم میشه دی... کربون دی اکسید قرار بود با انیدرات کربونیک زیاد جابجا جا بشه ببین اینجا رو گفته بیشترین مقدار کربون دی اکسید به صورت یون بیکربنات در گویچه قرمز آرمین گوچه قرمز ساخته نمیشه خب بعد گوچه قرمز ساخته نشه قرار بود کربون دی اکسید با این حمله بشه از تصویر نرم بیرون قرار بود با این حمل بشه خب الان گوچه قرمز که بیشترین مقدارش قرار بود در واقع با انیداز کربونی که توی گلوبول قرمز حمله بشه بشه بی کربونات که حالا حمل بشه خودش مستقیما حمله میکنه کاهش پیدا میکنه حملش پس کم خونی بگیریم حمل اکسیژن و کربون دی اکسید کاهش پیدا میکنه بیشترین مقدار کربون دی اکسید با آنزیم انیداز کربونی که توی گلوبول قرمز گلوبول قرمز کمه انیدراز کربونی کم پس کمه پس اون بیشترین مقداری که قرار بود به صورت بیکربونات جا به جا کنیم و نمیتونیم پس میتونه ترا به تو بگه فردی که یاخته کنارش آسیب میبینه مقدار بیکربونات توی خونش کم میشه بعد ممکنه بگه آقا چجوری خب آسیب ببینه به دوازده جز نمیشه گلوبول قرمز ساخته نمیشه گلوبول قرمز کمه انیدرات کربونی کمه بیکربونات کمی تولید میشه این میشه ترکیبی خوندن باید لذت ببری وقتی دارم اینطوری راجع به ترکیب صحبت میکنم بقیهش رو بذار دو بقیهش هم میتونه ادامه بده آقا خب این کربونی کسیده میشه یون بیکربونات و هیدروژن گفتیم هم یون بیکربونات پس کم میشه هم هیدروژن کم میشه حله حمل حمل کربون دی اکسید به صورت بیکربونات کم شود. اوکیه حالا درسته این کربون دی اکسید از گلوبول قرمز کربونات از گلوبول قرمز میاد بیرون و جابجا جا میشه ولی توی گلوبول قرمز تولید میشود پس این شد توی فصل تنفس بیا ببینیم فصل بعدی ببینیم چی گفته کتاب به به ببین سوال کنکور سراسری 99 هم بوده کتاب گفته نسبت حجم گوچه های قرمز رو به حجم خون رو بهش میگن چی هماتوکریت یا خونبرق که در فردی که سرطان خون میگیره چون تعداد گلوبول قرمزش زیاده میگن هماتوکریتش افزایش پیدا کرده حالا آرمین یه فرد کمخونی میگیره معدهش آسیب میبینه سلیاک میگیره فرقی نمیکنه همینا واسه کمخونی میشد صحبت کردم این فردی که کمخونی میگیره گلوبول قرمزش کم میشه وقتی کم میشه پس یعنی هماتوکریتش هم کم میشه قلزت خونش هم کم میشه حالا آرمین به خدا خیلی خفنه میتونه بگه معده فرد آسیب میبینه بعد هماتوکریت کم میشه بعد دانش آموز آبروغم میکنه میگه آقا یعنی چی اینا چه ربطی به هم دارن الان ربطشو گفتم سلیاک میگیره بعد میتونه به تو بگه که هماتوکریت کاهش پیدا میکنه بله به دوازده جز نمیشه گلو بوله ساخته نمیشه هماتوکریت کاهش پیدا میکنه این فهم مطلبه یا بعدی اینجا رو ببین گفته آقا برای ساخته شدن گوچه های قرمز علاوه بر اینکه آهن میخوام به دوازده میخوام فولیک اسید میخوام حالا قسمت خفنش اینجاست این همون به دوازه که اول این اسلاید بهت گفتم فاکتور داخلی مده واسه جذبش میشد یا جلوتر خب پس ربط داره الان به موضوعی که ما میخوایم بخونیم گفته فولیک اسید نوعی ویتامین از خانواده ب بله پس یعنی مثل به است مثلا خانما که خیلی خون از دست میدن توی عادت ماهانه معمولا در کنار آهن فولیک اسید هم استفاده میکنن چون فولیک برای تقسیم طبیعی نیازه بیا اینجا گفته برای تقسیم طبیعی یاخته ها لازمه کم بودش باعث میشه که یاخته ها تکثیر نشن کم بودش باعث میشه یاخته ها تکثیر نشن تعداد گوچه های قرمز کاهش هماتوکریت کم میشه کم خونی پس یاخته کناری ببینه کم خونی سلیا کم خونی فولی نباشه کم خونی هماتوکریت کاهش حمل اکسیژن و کربون دیوکسید کاهش میابد این همه به هم مرتبطه از فصل گوارش اومدیم تنفس اومدیم الان گردش موادیم حالا گفته خودش گفته آرمین گفته آقا این فولیکاسید میبینی که باعث تقسیم طبیعی میشه بخواد درست کار بکنه باید ویتامین B دواز هم داشته باشیم ببین خیلی خط به خط زیست شناسی داره نکته به تو میگه خود به دوازده نیازه میگه حالا فولیکاسید که خودش نوعی ویتامین ب برای تقسیم طبیعی مورد نیازه به شرطی که به کنارش باشه چون گفته کارکرد صحیح این فولیکسیده به وجود ویتامین به وابسته است فاکتور داخلی نباشه این, این جذب نمیشه این جذب نشه پس فولیکسیدم کسیدم کارکرد صحیحی نداره پس مجدد کم خونی حالا 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 خیلی قفنه آرمین نگفته گوله بوله قرمز گفته چی؟ این اینجا رو حتما آرمین باید حواسش باشه گفته کم بوده فولی باعث میشه سلول ها به ویژه در مغز و استخوان تکثیر نشن یعنی سلول ها تقسیم نمیشن به ویژه اونایی که توی مغز و استخوانن قبوله یعنی مثلا اونایی که تو پوستن هم ممکنه تقسیم نشن خیلی مهمه یعنی اگر به دوازه نباشه چون فولیک کسی نمیتونه خوب کار کنه سلول ها به ویژه تو مغز و استخوان خوب تکثیر نمیشن میتونه طراح یه چیزی به تو بگه که عمرن تو کتابای کمک درسی اومده باشه میتونه بگی مثلا چه میدونم سلول های بافت پیوندی سلولهای های بافت پوششی نمیتونن خوب تقسیم بشن بعد ممکنه بگی آقا این از کجا آمده میگم کتابت گفته یاخته ها تقسیم نمیشن بی تو مغز و استخوان پس یعنی یاخته های دیگه هم ممکنه تقسیم نشن نه فقط اینا فهم زیستشناسی واقعا باید لذت ببرید دارم اینطوری درس میدم یعنی اگر یه دانش آموزی هستی که یه خورده تست زده میدونه من دارم الان چی میگم من دارم چه نکته های طلایی رو میگم که اصلا تو تست حالا ندیده دانش آموز فولی کسید به دوازده تکثیر سلول های دیگه به جز مغز استخوان بله دیگه مهم کم خونی حالا گفته این ویتامین فقط در غذای جانوری وجود داره به دوازده بله تو گوش وجود داره دیگه ببین البته در روده بزرگ هم مقداری ویتامین به دوازده تولید میشه مثلا آرمین گوش نخوره باکتری هایی که تو روده بزرگشان مقداری به دوازده تولید میکنن حالا حالا به شما بگن آقا یه فردی کمخونی گرفته یه فردی یاخته کناریش آسیب دیده بعد بیان بگن اون فرد کلا ویتامین به دوازده دیگه به روده نمیرسه بعد شما میتونی بگی آقا خود روده بزرگ مقداری به دوازده تولید میکنه خودش نه آقا باکتری هایی که توش وجود دارن اوکیه؟ البته در روده بزرگ مقداری ویتامین ب تولید میشه خب این خیلی مهمه الان یاخته کناری آسیب ببینه قطعا میتونم بگم که هیچ ب12 دیگه در روده بزرگ دیده نمیشه چون همشو اسید آسیب میزنه نه خود روده بزرگ هم مقداری ب12 میتونه تولید کنه خیلی خفنه خیلی خفنه بچه ها یعنی روده بزرگ یه جوری داره کمک میکنه به اینکه خیلی دیگه ب12 کمبودش احساس نشه حله حالا بیا بعدی اینجا را باز دوباره همونه ها باز همونه گفته اگرچه تو... تولید گوچه های قرمز به این وابسته است اوکیه به به دوازده وابسته است که حالا راجبش خوندیم که به دوازده به فولی کسید کمک میکنه اما تنظیم هورمونی هم داره یعنی چی؟ یعنی آقا اگه قرار باشه تنظیم میزان گوچه های قرمز دوست من به جای تنظیم میزان های قرمز میتونه به تو بگه تنظیم هماتوکریت هماتوکریت خون میتونه بگه دیگه؟ میتونه بگه گفته هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد بله این هورمون از یاخته های گروهی گروه ویژه ای از یاخته های کلیه و کبد آرمین اگه الان ببین چی گفته گفته اریتروپویتین از کلیه و کبد ترشو میشه بت بگن از چند تا اندام ترشو میشه چی میگی؟ کلیه و کبد چند تا میشه؟ آرمین میگه دوتا ولی غلط گفت دوتا کلیه داریم دوتا کلیه یک کبد سه تا سه اندام این میشه زیست خوندن کلیه ها و کبد حله پس یعنی سه تا اندام دارن ترشوهش میکنن حالا که میگیریم میگیری این بنده خدا مجبورن بیشتر فعالیت کنن پس اگه کمخونی بگیریم اگه سلیاک بگیریم که میشه کمخونی اگه معده آسیب ببینه میشه کمخونی کلیه ها و کبد گروهی از سلولاشون پرکار میشن که جبران کنن این کمخونی رو پس یعنی اگه تو سوال تو کنکور به تو گفت یه فردی که خونی گرفته گروهی از یاختهای کلی و کبدش پرکار میشن قبول میکنی گروهی شنار نه همه ی سلول ها گروهی از سلول هاشون اریتروپویتین تراشو میکنن کجا تاثیر میذارن مغز و استخوان چرا چون گلوبول قرمز تو مغز و استخان ساخته میشه توی فرد بالغ آها پس یعنی یه فردی اگه کمخونی بگیره کلیه و کبدش که پرکار میشن هیچی مغز و استخوانش هم مجبور پرکار بشه چو اریتروپویتین هی میره زور میذاره روی مغز استخوان میگه بساز 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 کمه گلوبول قرمز مغز استخوان پرکار کلیه و کبد گروهی از یاخته هاشون پرکار میشن که جبران بشه این کم بوده گلوبول قرمز هنوز تو کتاب دهم هنوز تو کتاب دهم هم گفته این هورمون به طور طبیعی هم ترشح میشه یعنی الان من و آرمین هم اینجا نشستیم اریتروپویتینمون داره میشه فقط مقدارش کمه بعد مثلا من و آرمین اگر بریم ورزش کنیم بریم کوه یه جایی گیر کنیم که اکسیژن کم باشه مقدار این هورمون چی میشه زیاد میشه حالا با اوناش کاری ندارم اینجا رو گفته در حالت چی 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 دم. کمخونی آها در کمخونی اریتروپایتین زیاد میشه همون چیزی که بهتون گفتم گفته این افزایشش میتونه تو کمخونی باشه پس افزایشش یعنی چی یعنی کلیوکبد پرکار بشن یعنی مغز استخوان پر کار بشه آخ 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 خیلی خفنه خداست این نخوندن خوندن بیا اینجا تا جمله خفنم تو یازدهم داریم میگه مغز استخوان ببین مغز استخوان آرمین تو یازدهم اینجا هم راجع مغز استخوان ایناش دورش خط کشیدم مغز و استخوان گفتیم اریتروپویتین روش تاثیر میذاره حالا اینجا رو داشته باش که تا گفته مغز و استخوان زرد داریم قرمز داریم مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده اگه کم خونی بگیریم بدن ما میگه ببین چون خونسازی تو مغز قرمزه خب اگه کم خونی بگیریم بدن ما میگه مغز یه کاری کنم مغز قرمزا رو زیاد کنم میاد مغز زرد رو تبدیل میکنه به مغز قرمز خود کتابم گفته ببین گفته مغز قرمز و استخوان در بافت اسفنجی هیچی در دوباره چی آرمین کم خونی یعنی بازم کم خونی تو کم خونی های شدید یعنی اگه یاخته کناری آسیب ببینه معده رو برداریم به دوازده کم باشه سلیاک بگیریم همه اینا باعث میشه که مغز زرد بشه مغز قرمز چون مغز قرمز خون میساخت بعد میگه بذار مغز زرد رو بکنم مغز قرمز که خون بتونم بسازم سلول خونی بتونم بسازم حالا خفن تر از اون اینه ببین مغز زرد بیشتر از چه بافتی بود؟ چربی اوکیه؟ حالا وقتی مغز زرد کم میشه یعنی چه بافتی داره کم میشه در بدن؟ چربی. آخ 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 میتونه به تو بگه بافت ذخیره کننده انرژی در بدن کم میشه کی زمانی که معده آسیب میبینه سلیاک میگیریم یاخته کناری آسیب میبینه به دوازده کمه و تو میگه آقا چه ربطی داره به دوازده کم باشه بافت چربی تو بدن کم میشه میگم به دوازده کم باشه میشه کم خونی کم خونی هم باعث میشه مغز زرد بشه قرمز یعنی زرد داره کم میشه یعنی بافت چربی داره کم میشه طراح زرنگ باشه نمیگه بافت چربی ها میگه بافت ذخیره کننده انرژی بافت عایق اینا رو مثلا میگه حل بافتی با سلول های سلول هایی که هستشون نگینی شکله یا مجاوره قشاه نوعی بافت پیوندی مثلا اینطوری میاد به تو میگه ولی همون چربی ولی همون واری کلا این بهش میگن صورت سوال مفهومی آرمین یعنی به جای اینکه چربی رو بگه ویژگی های چربی رو میگه این میشه زیست خوندن این میشه فهم زیست شناسی من از کجا از آسی به یاخته کناری اومدم 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 در نهایت رسیدم به اینجا جایی که راجع مغز زرد و مغز قرمز داره کتاب درسی صحبت میکنه تازه آرمین من اگه قرار باشه خیلی دانش آموز اذیت کنم سوال تر کنم که اشاله این کارو نمی کنم گفته در کم خونی های شدید آخ 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 آخ, آخ. آخ. صورت سوال میگه در هر کم خونی در هر کمخونی مغز زرد نمیشه قرمز در کمخونی های شدید پس بگه هر کمخونی چی میشه؟ غلط میشه یعنی میتونم گیر بدم ولی فعلا دارم لول بل گاماس گاماس یاد بگیر اول اومدم خود گوارش رو توی یک کلیب واسط گفتم بعد اومدم اینجا یه ای خوره کمخونی رو وسعت دادم پنج تا فصل رو با هم دیگه ترکیب کردم باز جلوتر حمایت کنید این اتفاق خفنتر میشه تو کمخونی های شدید نه هر کمخونی بعد چون خود کتاب هم گفته گفته آقا این مغزه تو مجرای مرکزی استخوان های درازه میتونه اینطوری این نگه که چربی کم میشه میتونه بگه اگه کمخونی خونی بگیریم مجرای مرکزی استخوان های دراز تغییر بافت داره آره چربی میشود مغز قرمز خیلی خفن آرمین این آرمین اینجا نشسته قطعا دادن کف دا کرده دیگه <تصح> بچه آه. الان من تا اینجا استوب زدم یعنی تا فصل سه یازده من رفتم و نکات ترکیبیش رو گفتم فهمیدی باید چی کار بکنی؟ دوباره ببینی ببینین کلیپو سه باره ببین چهار باره ببین صد باره ببین متحول میکنه زیست شناسی تو رو اصلا ارزش داره تو بیرید صد بار کتاب درسی رو میخونی یک بار درسته حسابی میخونی این میشه زیست خوندن واقعا از این کلیپ خود شخص من لذت بردم چون اعتقادم برای نگه دانش این, این کلیپ رو ببینه قطعا یه تحولی توی زیست شناسی خوندنش ایجاد میشه مرسی که حمایت میکنید انرژی مثبت میدید لایک میکنید سیو میکنید کامنت میذارید برای دوستاتون میفرستید این باعث میشه که من هم انرژی مثبت بگیرم و بدونم که شما هم دارید حمایت میکنید و قدر آموزش ها رو میدونید روز به روز براتون آموزش های می‌سازیم، می‌سازیم میسازیم میسازیم همگی با همدیگه در کنار هم خیلی مخلصم